در اجرای فرمان ماموران مطلع حکومت نظامی با بی‌شرمی تمام حرمت محیط مقدس دانشگاه را شکسته وارد محوطه دانشگاه شدند و دانشجویان را به رگبار مسلسل بستند. در این جنایت فجیع علاوه بر دستگیری و زخمی شدن شماری از دانشجویان، سه تن از فرزندان دلاور ایران زمین مهدی شریعت پناهی، احمد قنچی و مصطفی بزرگنیا دانشجویان دانشکده فنی به شهادت رسیدند. با شهادت این سه تن دانشگاه نماد مبارزات ملت ایران علیه استبداد و ارتجاگری. در آذر ماه 1339 خورشیدی بنابر پیشنهاد پروانه اسکندری، پروانه فروهر، دشنه آجین شده راه آزادی و عدالت که در آن زمان دانشجوی دانشگاه تهران بود و علیه نظام استبداد سلطنتی مبارزه می نمود، روز 16 آذر روز دانشجو نامیده شد و این افتخار بزرگ از آن این شیرزن شد. در نیمه های شب 18 تیر ماه 1378 خورشیدی جهت اجرای فتوا، چماقداران و نیروهای سرکوبگر نظام اسلامی حاکم بر کشورمان به خوابگاه دانشگاه مغلوار یورش برده و با ضرب و شتم و دستگیری دانشجویان و تخریب دانشگاه ها مرتکب آن جنایت فجیع قرون وسطایی شدند. با این جنایت ددمنشانه 16 آذر به گونه دیگری نمایان شد تا نشان داده شود استبداد با هر شکلی که باشد دشمن آزادی و عدالت است. لیبرته آمیغا، لیبرته لیبرته آمیغا، لیبرته لیبرته آمیغا، لیبرته لیبرته آمیغا. Une association étudiante, une fédération, la Fédération des étudiants libéraux. Et en ce jour donc de journée étudiante en Iran, c'était tout naturellement que nous sommes ici pour manifester avec vous pour la liberté. Nous sommes des libéraux, nous partageons les mêmes valeurs que vous, liberté d'expression, liberté de manifestation. Et donc c'est tout naturellement que nous vous soutenons et que nous portons donc votre appui à votre manifestation. Voilà, merci. 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 متشکل از سرسپردگان رژیم با در دست داشتن حکم قتل زندانیان سیاسی از سوی خمینی، با چند پرسش کوتاه و پاسخهایی که در مقابل آن میگرفت حکم مرگ صادر میکرد. بسیاری از این زندانیان پیش از آن به دادگاه رفته و حکمهای زندان گرفته بودند و برخی از آنان حتی دوران محکومیت خود را گذرانده بودند. آمار دقیق جنباختگان این کشتار همگانی روشن نیست. رژیم جمهوری اسلامی از دادن هر گونه اطلاعات درباره این کشتارها و مکان گورهای دست جمعی جنباختگان این بیداد عظیم خودداری می کند. اما تا کنون نام 5000 نفر از این جنباختگان به وسیله خانواده ها، احزاب، سازمان های سیاسی و نهادهای حقوق بشری روشن شده است. اتحاد مبارزه پیروزی، اتحاد مبارزه پیروزی، اتحاد مبارزه پیروزی. ما زن و مرد جنگی، به جنگ تا به جنگی. ما زن و مرد جنگی، به جنگ تا به جنگی. حکومت طالبان در تهران در کابل نابود
خجالت خجالت نیروی نظامی خجالت خجالت محمود احمدی نژاد پایی ننگ و فساد محمود احمدی نژاد پایی ننگ و فساد احمدی نژاد هر روز همین بساطه تو احمدی نژاد هر روز همین بساطه چیز ندیم بلنگو ندیم و اینا از دوستمون خواهش میکنیم خودش بیاد اینجا شعار رو